ببین تو همه این آزنین این خرمنه کندوما رو ببین بیا بچین اندام بچین رو کندوما مثل یه گل بشین ببین چقدر گندماش عالیه رو خرمنه جای تو خالیه بیا بچین گل گندم بچین رو کندوما مثل یه گل بشین بیا بچین گل گندم بچین رو کندوما مثل یه گل بشین چنین به دل من مده بعد به من سر خرمن مده این به دل من مده بعد به من سر خرمن مده بیا بچین گل گندم بچین رو گندم مثل یه گل بشین بیا بچین گل گندم بچین رو گندم مثل یه گل بشین مردم از این امروز فردای جون دادم بالایت وفا کجایه عهدی با تو بستم و نشکستم منتظرت هستم امروزش میاده مردم از این امروز فردای جون دادم بالایت وفا کجایه عهدی با تو بستم و نشکستم منتظرت هستم امروزش میایه بیا بچین گل گندم بچین رو گندم مثل یه گل بشین بیا بچین گل گندم بچین رو گندم مثل یه گل بشین بخو امیرزا بخو بیا بیا که دیگر از این پاها نمیدهد بخو خفه نشی از علی خان بخور که از ته صندوق سر فرخ خان دیگه هرچی پایی نمیده سلام آخ فرخ خان گفتی یا کردی کبابم اگر خدایی نکرده سر برسد چه بکنیم حالا که خدا کرده همین روزان وارد میشه اون وقت باز از گشتگی آجر ببندیم اون شکمه اون وقت باید از همه چیز خداحافظی کنیم خداحافظ ای جواجه های عزیز خداحافظ ای برنج سردی ای روغن احلو ما دیگر رنگ شما رو نمیبینیم بدرود بخور جونم تو اصلا عدا گرفتی یه چایی واسد بریزم باره تصدقت بریز بریز تصدقت که دیگر این دو موجود نازنین بدبخ شدن بدبخ شیطونه شرابمونم که تموم شد آی ماشی جون ماشالله بیا بابا ماشالله بیا جانکم بیا عزیزکم وقتی آمیرزا مباشر دمت من تو دست بیکی کنن زابده کدومه این ذلیل شده ها جون منو به لبم رسوندن یک دقیقه نمیذارن تو خیال خودم ماشی مارکن. جون ماشی این زهر عنکبود ماشی جون خاک بر سر کتلت کنن میترسم آخرش کار دازم بدن بله این چه برام اینجا اینا رو ببر میزونش کو وردی بیا با شما هنو میزون نشدی باره دیگه پوزی باقو باره باره مل قون نظر تنگ اون چشمات خاک بار کنه نقلن بگو ماشاءالله ماشاءالله هزار ماشاءالله یه نظر قربونی به خودتون آبزون کن چشمتون نظر باره دیگه باره خیلی قلبش پاکه میخواد نفرین هم بگنه حسن علی خان میگم تو فرخون نیومده باید حسابمون رو راست ریز بکنیم بیاله تخت باشه تا من تو هوای همدیگر داریم فرخ خان که سهل اگه باباشم سر از گور در بیاره نمیتونه به جیک پوک ما پی ببره خاک بر سر دیشو خیال میکنه میتونه خدا رو هم گور بزنه ماشاءالله تو سنبر به جای آب عرق بریز تو قوری هم به جای چای شراب آتیش به جون گرفته اسم شکمش رو گذشته قبرسون کنه هی از مردم بیچاره مرغ و خروس میگیره قبرسون کنه چالشون کنه تا کاربرشون بهتر بشه صاحبان کار باهاشون مهربون بشن بیچاره فرخ خان جوون به این نازنینی چه خبر داره که این خدا نشناسا چه معاملی باهاشون میکنن اون کچله که دست میرزا رو از پشت بسته حالا هر چی میتونی آتیش بسوزونی هر چی دلتون میخواد این مردم بدبخت رو بسوزونی اینطور نمیمونه اصلا این بخن دنیا خاک داره
بفرمایین زهرمار کنین. بله مردم از بچیدای شما رو میزون کردم. اصلا من نمیفهمم شما که از خدا خجالت نمیکشین، از بنده های خدا دیگه چرا میترسین ها؟ پسر این فوزولی ها به تو نایمده، اگه خدا دوتا بنده خوب و پاک داشته باشه اونم مایه. اونه بنده های پاک خدا برم ادامه. چرا اینطور نگاه میکنی؟ مگر آدم ندیدی؟ آدم دیدم ولی آدم خداشناسی مثل شما ها نهیده بودم. برا دهن تو آب بکش. بار دنباله کاره، دیگه به خاطر فرخان نبود تو حالا صد دفعه بیرون از جهنم مرگه من دیدی. آره خیلی بد شدم، بمیرم الهی که حسد به دل شدی خودم تلافی شده در میارم. برا اینقدر زبون درازی نکن، برو اسب حسن علی خان رو حاضر کن، میخوایم بریم زمین ها رو سرکشی کنیم. اگه یه دفعه دیگه به من بی احترامی کنی حق نمیذارم کف دست بده. نالا از جای گرم در میاد. اسب حسن علی خان کدومه ها؟ همون اسب فرخ خان رو میگویم بگم. یارو هنون مرده دارن مالشو قسمت میکنن. برو دیگه حسن علی خان. فهمیدی چی گفتم؟ چون تو سر نگرداری باید درد دلی میکنم. بلا اگه از اونهاش بودی که یه حرف و یه غلق چل غلق میکردی و میذاشه دو دستا پله لم دادم باید حرف نمیزدم. حالا یک ده استراحت کن تا حالت جا بیاد. هی زبون مزه بیچاره. حیفتو نیست که اون الاغ سواره دی میشه ها؟ ده چرا گریه میکنی؟ تو رو خدا گریه نکن، منم بغزم میتره که ناراحت نشو. به فرخم بیاد همه چی رو واسه تعریف میکنم. حالا از اینکه یه دفعه این جدل خان سوارت بشه چی که ازت کم نمیاد؟ خیال کنی هیزم بارد کردم. بله گریه نگان زبان. چی میگفتی هم زبون پیده کردی؟ داشتم به رفیق سفارش میکردم که حواس رو جمع کنه، مثل من بیچاره به شما سواری نده که بدبخ بشه. فکر کنم اینه یا کمک من سوار بشم. هم کجا رو میشه به این آزر؟ برو بالا بینم. یلا یواش یواش. آی 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 بس تو چی بلدی آمیرزا؟ فقط بلدی چایی سرد بخوری بونن شو بلند اصلا میداری چیز؟ من دیگر سوار این اولاغ لعنتی نمیشدم. بس چجوری میخوای بریم ساکش کنیم؟ من بیاده راحت دارم. حالا صاحب کن ببین حاجی چجوری سوار بشه. وای تو تماشا کن. تو بر رو گرده این مباشر سوار شو که دو طبقه بشه. بهتر بی افتر شو باکن بینه. خب میخواستی اول افتر شو باکنی به حتی مرشه. دلم میخواد چنون به زمینش بزنی که مثل توپ بتره که یای جنم. آره هیچی سفارش رو جنم برو برو میدارم من لگردیم. آخ جرس بچه نمیشه جرس. آو یزا نگفتم پهم میشه رو زمین. جانم 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 مثل خره لعین شد. ببین داره لعین میزنه. آو یزا یابو تایی که اون لعین میزنی خیال کردی نشتفتم بیش هره. جانم جانم جان چی خورد به این هم جانم خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. حسابت میرسه اون بیچانه چه گلایی که برقی سی برو سوار یارو باشا بیچانه. برو چرا بینه ای که ناقص نشه بار گم شما احنه اکبر قربون تو حیبون برم. چقدر با معرفتی خیانت به ثابت نکذاشی سوارت بشه. بریم تا خودم دو آسره عمرم چه غیره از خرمن گیسوی تو بود. مهر تو داد تا که دل حسرت بارم عاشق آن روی تو بود. آسره عمرم چه غیره از خرمن گیسوی تو بود. این گندم ها از عشق ما نشونه ها دارن، انگار برای عشق ما اونا رو میکارن. رویت گل این گل زارم، مویت خم شام تارم، ماه شب و خورشید سهرم، دنیای من این گل نارم، دنیای من این گل نارم. تا که دل حسرت بارم عاشق آن روی تو ببرد. حاصل عمرم چه غیره از خرمن گیسوی تو ببرد. مهر تو دارم چشم دلم توی تو ببرد. مهر تو دارم چشم دلم توی تو ببرد.
حسرت بارم عاشقان روی تو بود حاصل عمرم چه غیره هست خرمنگی توی تو بود این گندم ها از عشق ما نشونه ها دارن انگار برای عشق ما اونا رو میکارن رویت کل این گل زارم رویت غم شام تارم ماه شب و خورشید سهرم دنیای منی گل نارم دنیای منی گل نارم تا که دل حسرت بارم عاشق آن روی تو بود حاصل عمرم چه غیره از خرمنگی توی تو بود مهر تو دارم چشم دلم توی تو بود مهر تو دارم چشم دلم توی تو بود اینطور که من میبینم تو باید این آرزو را با خودت به گور ببری آره اونجا دست در دقید اونجا چه جورم اونجا هر روز اونجاها میپلکن دیدی چه جور عاشقانه برای هم میخوندن؟ دلم میخواد صدای این پسره رو تو گلوش خفه کنن خب این که کاری ندارد یک گلوله بیقابلیت حرامش بکن تو با اینیش چه نمیرید تجدیش پیر من مگه خولم که خودم تو هچل بندازم آخر کله پوک تا این پسره هست که گلنار به تو محل نمیگذارد باید به یه وسیله دست به سرش کرد به موقع راش پیدا میکنم فعلا بریم باشون خوشه بش کنیم تا بعد بیا واسه آبخونه که بردم میدونستم تشنته بیا بخور گلو تازه بشه بیام آها قربونه دست من میمیرم برای آدم های با معرفت خدا شاهده اوه نگاه کن اون دوتا نسناس دارن میان اینجا پدر ناخوش و یکی عجب تصویه میگلدونه اصلا برو خودت نیار مشغول شو بله مشغول آقا بخورم میشم بله نادرخان پسر خوبیست خیلی زحمت کشه است شب و روز کار میکنه دست شما درد نکنه نادرخان خدا قوت سلامت باشین چه عجب از این طرفا خوب اومدن هواخوری چای بیارم مردم خدا برکت بده مثل اینکه امسال محصول خیلی خوب است الحمدلله بد نیست آره خیال نمیکنم از این نمد برای شما کلاهی بشه بس تو اینجا چیکار میکنی میبینی که دارم کار میکنم به قول شاعر گفتنی خیلی خوبم میگه برو کار میکن مگه چیز کار بقیه شو از خودم بگم به زودی سر میره بالای دهات ای خدا خیف اون دستای قشنگ نیست که اینطور تو کار انداختیش نکبت گال دلسوز شده گلنار بیا بریم قطعه بالا رو درو کنیم ببخشید با عزتون من میرم برو جانم برو تسد خدافز برو به کارت برس عزیز حسن علی خانم باشه بیا یه پیاله بزن گلود باشه جاییه آره رو با پدره برو دیگه چه دست بریخته پاشم خوب شد 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 خیلی خواه تو برزخی به ما چه بریم همیشه میگویم بی خودی به دخترک گفت بره اون بالا که کاری ندارن خودمان این پسرک خیلی حواسش جمع این کار کرد که من با گلنار حرف نزنم دخترک هم سخت خاطر خواهش شده به نظر من تو ول مطلی تصدقه اگه آجی سارگونه میدونه شطور کچه بخوابونه بذار حالا عشق بازیاشونو بکنن نوبت ما میرسه بله ای بیا جیگر دارم گلنار نادر کجا رفتن؟ رفتن اون قطر درو کنن خب همینجا رو درو میکردن لابد اونجا بهتر میتونن حرف درو کنن کاش نامزده منم اینجا بود میرفتیم یه خود با هم درو مرو میشردن خورده این؟ آره جان اما خوب مباشر رو برزخش کردی ها بلش کن الحمدلله امسال محصول خیلی خوبه ما دیگه میتونیم با هم عروسی کنیم ببین نادر من فکر میکنم بعد از اینکه ما با هم عروسی کردیم قبل از اینکه گاو بخریم گوسفند بخریم اسب بخریم بهتره یه خونه کوچیک برای خودمون بسازیم چطوره چه خوب گفتی گلنار جون من خودم تو همین فکر بودم یه خونه دو اتاقه میسازیم دو اتاقه پس بچه‌مون چی خیلی خوب یه اتاقم اون بالاش برای بچه‌مون میسازیم چیه گلنار جون؟ ناراحتی؟ نه نه اما نمیدونم چرا بی خودی ته دلم شور میزنه بی خود جونم وقتی محصولم رو فروختم اون وقت میتونم شیربه ها رو به کت خدا بدم و تو رو بگیرم پاشه بریم عزیزم خب کت خدا یکی از اینا رو انتخاب کن یا یه گوله گرم یا اون پولا رو والا بلا دیگر ندارد پولا رو بردار دست گلنار خانم رو بگذار توی دست حسن علی خانم مباشر بگذار برود آخه این وسط من که تنهایی نمیتونم تصمیم بگیرم اگه بخوای میتونه جواب نادرم با ما راست میگوید اوسار آن دست من از او 3000 تومان به من بده بیا اون
خب هر آدم عاقلی باشه اینو انتخاب کنه. گلنار با خودتون باشه. بله خب تو راضی باش که حد خدا باقیش با من. بله خودم میدونم چیکار کنم. بله اختیار اون دست منه. درسته که من باباش نیستم، اما با خون دل به این سن رسوندمش، هر طور شده راضیش میکنه. نه بابا نه، درسته شما به گردن من خیلی حق دارین، منو بزرگ کردین، جای بابای منی، اما نباید دیگه حاضر بشین که منو مثل یه گوسفند یه گاوی اسب به کسی که پول بیشتری میده بفروشین. شما چطور راضی میشین که این کارو میکنین؟ لا لا الا الله، آخه دختر یه ناقص عقل، من خوبی تو رو میخوام، اگه زن مباشر بشی یه عام خانومی میکنی. نمیخوام خانومی کنم، من از اون بدم میاد، نمیتونم زنش بشم. بفرما دخترت ببین، من نمیفهمم این پسره یه آسمون جل چی به خوردش داده، چه جادویی کرده. میخوای بدونی بابا؟ جادوی اون محبتشه، مردونگیشه، پاکیشه. دختره پاک خون شده. آخه جان من، پاکی و مردونگی و محبت و میشه لاینون گذاشت و خورد؟ میشه پیرهنش کرد؟ آره بابا، اگه دو نفر همدیگه رو دوست داشته باشن، بانون خالی و پیرهن چیت هم خوشبختن. اگه عقل تو اینه که پس دست ننت درد نکنه با این دختر تربیت کردنش. گوش کن ننه، من میدونم تو و نادر همدیگر رو دوست داری، از بچگی با هم بزرگ شدی، اما نادر فقیره، آهی در بساط نداره. باشه مادر، من با فقرش میسازم. ببین گلنار جون، اگه من و مباشر با هم فامیل بشیم، نون هممون تو روغنه. چرا میخوای لقب به بخت هممون بزنی ها؟ بخت من دیگه بلند شد. بیقرارم بیقرارم ای گلارم دل ما برده ی بنا دور میشه کار انشالله ای گلارم ای گلارم دوست دارم چه قشنگی تو ماشالله دور میشه کار انشالله دور میشه کار انشالله بیقرارم بیقرارم ای گلارم دل ما پر ایوالا دور میشه کار انشالله ای گلارم ای گلارم دوست دارم چه قشنگی تو ماشالله دور میشه کار انشالله دور میشه کار انشالله ببینم سال محصول ما شده بهتر از همه جا اومده خیر و برکت بده ما شکر خدا جور میشه کار انشالله جور میشه کار انشالله اگه گل نارم میومد ببرم یارم میومد من و خورشیدم به خدا به شب تارم میومد ما میخوام از صاحب قبله که برام گل نارو به هجله ما میخوام از صاحب قبله که برام گل نارو به هجله دور میشه کار انشالله دور میشه کار انشالله بیقرارم بیقرارم ای گلنارم دل ما بالنارم دوست دارم چه قشنگی تو ماشالله دور میشه کار انشالله ای گلارام ای گلارام دوست دارم چه قشنگی تو ماشالله هی هی بابا خدا بده بچه مردم بدیم پولی یه سره چه میزنی پسر با سلوات که نمیشه شیر باها داد راست هم میگی مخصوصا که یه گرگ پول دارم اون برش خوابیده نه بی خیالش این روباه حق بازم پشتشو گرفته ببین مثل مارمولک میمونه خاک بر سر سلام علیکم خدا قوت خسته نباشی سایه چند نشا میرزا حواس جمع باشه از اون آبزیرکا هستم یا الله
یه چای سرد میل داری بعد بزن میز پشمن؟ قربان شما داشتم از این ور رد میشدم، گفتم بیایم یک چاق سلامتی با شما بکنم. به به خدا زیاد کنن ماشاءالله. بله آمیتا الحمدلله امسال محصول بد نبوده، میتونیم یک کاریش بکنیم. اوه ای یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. چرا چی میکنم؟ بهتره که چشم حسود و بخیل بگونم. آروم باش بزر. خب نادر خان انشاءالله که به دهکاری هات را فراموش نکردی. آه چطور یادم میره آمیرزا، ما این کلی نزولشو میدم. پول شمل دلجوشن میشه خورد، هم پول تو بیشتر نمیشه خورد. پس تا چند وقت دیگر که اینها را فروختی میآوری میدهی نه؟ نه آمیرزا، میخوام ازت خواهش کنم که طلبت امسال بمونه. امسال بمونه دیگر چه سیغه‌ای؟ یعنی اینکه بازم نزولشو میدم، دیگه چی میخوای؟ پولمو. خدا شاهد این پولا خوردن نداره آمیرزا. یه خود انسون باید انصاف داشته باشه. گفتم که نمیتونم بدم. من میخوام باش عروسی کنم. ان شاءالله سال دیگه بهت میدم. من عروسی مروسی نمیفهمم. خب بس چی نفهمی من؟ من همین امسال پولم رو میخواهم. کسی که بده کار از قهرت میکنن خدرت میکنه. من مشکرم این کارو بکنم. ولش کن آقا نادر، این پیریه خودش مردنی و خونش بگردن تو میفته. میخوای کار دست خودت بدی مرد؟ بگذار تو حالی حق کنم. آخر جان من با یکی عروسی بکن که به دردت بخورد، اون وقت منم کمکت میکنم. باش هم پول بخوری بهت میدم. این دختره که قابلی دهانه تو ببند باز پیر. حالا میخوامم از کجا آب میخوره. برو به رفیقت بگو تا من رو پام وایستدم و این خر منو سری جاشه، هیچ کس نمیتونه گل نر از من بگیره. خر من را آتیش نده، کمک کنه. جو گریه نکن، مایه نمیدونی این عشقی که از چشمای قشنگ تو بیرون میاد بیشتر از این آتشه لعنتی دل منو میسوزونه. خدا ذلیلشون کنه. آخه چرا این کارو کردم؟ چرا خرمه رو چرا آتیش زدم؟ واسه این که عروسی ما سر نگیره. اما اونا نمیدونن نادر دیدی نیست که از این بادا بلرزه. گلنار جون تا وقتی که عشق تو قلب منو گرم میکنه این بازو هم کار میکنه. اینقدر کار میکنن که تا بتونن خرج عروسیمونو فراهم کنن. نادر جون من که هر چقدر بگی صبر میکنم، اما تو جواب میرزا رو چی میدی؟ اون که از طلبش دست بر نمیداره. طلبش؟ بیاد خرمنی که آتیش زدن خاکستراشو جمع کنه. با اون خاکسترا برو واسه گلنار جان پیراهن عروسی بخر. فهمیدی؟ باید بدهی خودت رو بدهی. خیال کردی با این حرفا میتوانی مال من رو بخوری؟ پدرت رو در میآورم، زندگی رو سیاه میکنم. دهانه کسیفتو میبندی مثل شغال در بکشونه. آهای کنم ده
آره دیگه زورت به پیر مرده رسیده. امیرزاد راست میگه، چرا پولشو بهش نمیدی؟ بله چرا نمیدی؟ مگه شما وکیل دستی رو بردن کلافتی را نشانت میدم، حالشو جا بیا برای نالو چند جرمی، به دست دیگه ایچ کاش افرین ماری کلا پورچه کارها که نمی کنن آم، به سرش رد کنم پایین بزن، بزن جرمی، بزن تو کاش حد بشه، آدم نزول خور باید بودشو قلفتی کن، فهمیدین من چه میگم؟ ببینین مردم شاهد باشین، من آمده بودم طلبم رو بگیرم، ببینین برا به چه وضعی انداختن. تقصیر خودت امیرزا، حالا چه وقت طلبکار، یکی نمیدونی سر اون بدبخت بیچاره چی اومده. من پولم رو میخواهم، مالم رو میخواهم، جانم رو میخواهم. همش دیده سر خودش، اون این خر منای من آتیش زد، اون من به این روز چیه؟ لا لا الا لا شیطونه میگه جریان سرماور قوری رو بگم ها. اون که نداره بده، اگه خیلی عجله داری بده ایش من بده. تو طلب من رو میدهی؟ بله، مگه انسونیت کجا رفته؟ اون بدبخی چیزی براش باقی نمونده. لازم نشد شما بدهی من رو بدین، من خودم میدونم چجوری صفت آمو ازش بگیرم. موقعی صفت حیات رو از من میگیری که پول بدهی، پول 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 پول. حالا پول یا زرونه دیگه خودم میدونم. آکد خدا آمو باشه، ایوه الناس شاهد باشین، دارن من رو تهدید میکنن. من شاهد نیستم. تهدید نمیکنم، کاری میکنم که یه مرتبه دستت از همه چی کوتاه بشه، میفهمی؟ این چه حرفیه؟ چرا از کشتن حرف میزنی با؟ خدا اگه سر به سر من بذاره میکشمش، میکشمت. خیلی خوب، حالا شما برین دنبال کارتون، من خودم ترتیبش میدم. بریم آمیز. یه ترتیبی تو رو بده کجا؟ ترتیبی از در علی خان، تو را حقیقت گفتی، میخوایی بوله برا بدهی؟ نه جونم، اگه بچه ای، آنجی نقشه کشیده که نادر حسابی تو عجل میفته. دیدین؟ بازم میگن مباشر آدم بدیه، دیدین چه آقایی که از میخواد بدهی نادر رو بده. نادر مرده که گلنار گریه میکنه. خدا نکنه که نادر من بمیره، زندگی رو میخوام چیکار؟ پس واسه چی قصه میخوری؟ خدا مهربونه، اونایی که تو دلشون مهر و محبت هست هیچ وقت خدا بهشون بدی نمیکنه. نابود خدا از ما قهرش گرفته، اگه نه چرا باید خرمنوی تو آتیش بگیره؟ چرا باید شیطون تو کار ما بیفته؟ تو این دنیای بزرگ زیر آسمون کبود همه برای خودشون یه لونه ای دارن، همه میرن به طرف آشیونشون، اما من باید از لونه و جفت خودم جدا بشم. نادر جون عزیز دلم، چرا دلتنگی میکنی؟ خیالت راحت باشه که این جفت تو چشم به راهت میمونه تا تو به آشیونت برگردی. گلنار جون، آدم مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه. آخه این دنیا خیلی بیوفاست، از خودم میخوام که تو بیوفا نباشی و نادرتو فراموش نکنی. چرا این حرفا رو میزنی؟ برات قسم میخورم، قسم به اون گلی که از فراغ بلبل پر پر میشه، به پروانه ای که از آتیش شم میسوزه، قسم به عشقمون که تا زنده هستم نسبت به تو وفادار باشم. گلنار جون، تو با این حرفات منو دلگرم کردی. من حالا با خیال راحت میرم شهر و یه کاری واسه خودم دست و پا میکنم. اینقدر جون میکنم تا پول عروسیمونو فراهم کنم و بیام پیشت. برو، از خدا میخوام که هر جا هستی سلامت باشی، فقط گاهی دل گلنارتو با کاغذ خوش کن. ای به چشم، برات کاغذ میفرستم، سر و سوغات میفرستم، فراموشت که نمیکنم. خب دیگه تا شب نشده بهتره که من برم. خدا پشت و پناهت باشه. خدا حفظ کنی من. برو به سلامت. کیه؟ کیه؟
شد، امیرزاد کشته شد. مردم، مردم، مردم بدوین، بدوین تمام دنبال من. امیرزاد کشته شد. فاتحه. بله، بله فاتحه. بله. ببینم گلنار خانم چی شده، چه اتفاقی افتاده ها؟ آمیرزا رو کشتن ولی میگن نادر کشتنش. نادر این کارو نکرده. من کارو نمیدم. نادر من میشتنم. یه موچه رو داشته نه آب بکشن. نادر اوزه این کارو نداره. آقای اینجا متفرق بشن. مقام متفرق کنید. سرگاه جون بذاری من جریان واسه بگم. به عقد کوچه که من این دوست آدم باشم. نادر میخواد زمین تو همین کارو نداره. اگه کمکی از دست من بر بیاد انجام میدم. مباشره من میدم. من با تو خیلی متشکرم. نوارچی. خب ما رفتیم جات خدا. برو بلکی پیداش کن. یانه تخ باشه دست خالی بر نمیگردن. خدا یاریت کنه. قول بار سرکار. خب خدا به سلامت. یا بابو نوایج، خودت نادر من از شر این شیطونایی از خدا بیخبر نجات بده. خودت میدونی که اون گناهی نداره، اون هیچ کس رو نکشته. بسه دیگه دختر جون، چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ به خدا مادر اون بیتقصیره، هیچ گناهی نداره. من میدونم این فتنه ها رو کی بپا کرده. این حرفا رو نزن دختر جون، میخوای واسه خودت درد سر درست بکنی؟ به خدا مادر، دیروز من و نادر تا سر شب با هم بودیم. اون وقت اون خدافزی کرد رفت شهر تا یه کاری برای خودش دست و پا کنه. من نمیتونم باور کنم که نادر آمیرزا رو کشته باشه. این کار کار اون مباشر بدجنسه، من میدونم. دخترم اسم اونو نیار. چرا نیارم؟ چرا اون قاتل بدجنس راست راست بگرده؟ اون وقت یه جوون بیگناه تو زندون باشه. سلامت بشی. ببینم این ورم آب خوردن پیدا میشه. شیر آب اونجاست. قربونت. جانب کوه روان شد، همان کوهی که امروز به بیشتون معروفه. انقلاش عشق
کار خودش رو کرد و فرهاد کوهکن بران کوه عجیب غلبه کرد. نیاسودی ز وقت صبح تا شام، بریدی کوه را بر یاد دلارام. حالا چه مشقتی متحمل شد بماند؟ سخن چینان و بدتینت به خسرو خبر دادن که چه نشستی فرهاد پیروز شد. خسرو بیمناک شد و حیله دیگری در کار بست. عجوزه ای را پیش فرهاد فرستاد تا به دروغ خبر مرگ شیرین رو به فرهاد بده. عجوزه به خاطر مشی زر به سراغ فرهاد رفت و او را از مرگ شیرین خبر داد. فرهاد کوهکن مسکین از شنیدن خبر مرگ شیرین چنان فریادی کشید که عرش و فرش و زمین و آسمون به لرزه در آمد. جهان در نظرش دیده و تار شد و دیوانوار تیشه بر فرق خود کوبید و خروشان از فراز
بر خدا حیفتو نیست که قصه بخوری؟ حیفتو نیست توی رخت لباس باشی؟ این دستای قشنگ تو باز علنگوهای طلا داشته باشه. اون گردن سفید تو... بسه دیگه! من به هیچ کدوم اینا احتیاج ندارم. نمیخوام جواهریو که از خون مردم به دست اومده به گردنم ببندم. منو خفه میکنه. دلت نمیخواد یه چاکری مثل حسن علی خان مباشر داشته؟ اون پسر ایلا تا آسمونجل قابل نیست شوهر تو باشه. همون نادر قاتل میگم. به اون چه کار داری ناجنس؟ چرا حرف اون رو میزنی؟ پس بزنی؟ من نمیشنم. تو اسم گرفتاری اون شدی. حالا نمیخواب دست برو داد باشم. برو! خوره رو دیگه! سلام علیکم جناب مباشر. بفرمایید. 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 سلام علیکم جناب کبیر. سلام علیکم. یا الله. یا الله. جناب آقای مباشر، من این وصلت فرخنده را به شما و جناب آقای کدخدا تبریک می‌گویم. امیدوارم که سال آینده همین موقع خداوند یک پسر کاکلزری نصیبتان کند. ان‌شاءالله. به تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. بهتر است به جای این کارا بروی عروس خانم را حاضر کنی تا به مبارکی و میمنت سیغه یقدش را جاری کنی. چشم همین الان حاضره یا نه دیگه بیشتر از این نمیشه آقای مهندس بروی چشم افزایی آسمونه کبود برای یکی خوشی بود، برای یکی نبود. یه جا عذاب بود، یه جای دیگه عروسی بود. این حرفا چیه مادر؟ سعی کن خودتو خوشحال نشون بدی. خوب نیست مردم تو رو با این حال ببینن. برات حرف در بیارم. بذار حرف در بیارم. من دیگه به حرف مردم هیچ اهمیتی نمیدم. نه دخترم، این حرف رو نزن. حالا من یه خورده تو رو تنهات بیذارم تا بهتر بتونی فکر کنی. بودم دنیا بی وفاست. دیدی چه زود نادر تو فراموش کردی. از خدا میخوام که همیشه خوشبخت بشه. حق با توه. دیگه نادر وجود نداره که تو به یاد اون باشی. نه نادر جون، نه. قسم میخورم، قسم به خدایی که محبت تو دل منو تو کشته، اگه شده خودمو بکشم. زن این مباشر بدجنس نمیشم. آفرین، کسی که تو رو ندید هم؟ نه، ندید. یالا، زود باش، بذار من اصلا هم بیارم. یالا، فعلا از اینجا بریم تا بعد بگم. یالا، بودو بینم، بودو جانمی. کجا؟ نقشه رو بهت بعد میگم چیه. آخه کجا داریم میری؟ باید، ها، بذار من برم. بس بیا برم. نه، ترجیونم، من اینجام. من ماشالله میگنه دار ماشالله بی برم. ناجنس داره ایال آقا مباشر رو فراری میده. باید برم زود خبر بدم. یواش برو گلنا، من دارم میبرم. یواش نه گلنا جون، جون نادر، یواش برو. این خدا رو چه دیدی؟ ای خدا مرگم بده. یه دقیقه اینجا بود که بلایی سرش اومد. خودش چاک پنجره رفته، پنجره رفته. تو رو خدا برو دنبالش، برو دنبالش. بریم درو بچرد با هر طور شده پیدا کنیم. دور باش میباش.
ما معتی نداریم. باید بریم پیداش کنیم. زود باشید. توفر. بچوبید. جا جای امنی بیا. بودی. چه میکشمتم؟ نکشش، تو رو خدا نکشش، بنشو. مگه کشتن آسونه؟ نمیکشم، ترسوندم. بیا دیگه، خدا. آشان، من میترسم. من مردم، تو میترسی، من مردم. باره بچه، دو باشه. بسیار جای هم میه. بودو خیال راحت باشه دیگه. اگه اومدن اینجا اومارو پیدا کردن چی؟ فکرش هم نکن. تا منه داری چه غم داری؟ داری چه غم داری؟ ببارو بابا تو هم خب بلای کاها، اگر احساس گشنگی کردی کایونجه نباده بخوریا. منم کلاه خودم بذارم سرم و اینجا پیشفنگ ببندم، مواظب تو باشم. خب قرونه چه بود گندی میاد. من که از بخت گشتم خسته شدم. معلوم نیست این بدجنسا کدوم گوری رفتن. از این ده که بیرون نرفتن. بالاخره میگردیم گیرشون میاریم. آره راه بیافتیم، نباس وقت تلف کنیم. یالا بریم. کانتک موشون سایی آسه برو آسه بیا که گروه بشه آخت نزنه. بیبیرون اوه دیگه داشتم خفه میشدم. این جونم دیدی چه گناهی سرشون گذاشتم؟ خاک بر سر. نشست رو سر من اما نفهمید کجا نشسته. هاش بریم، هاش بریم. میگم نکنه همین دور برا باشه. نه بابا رفتن. خواهر مغیلان تو تنه برا. بریم بریم جونم دیگه، فرار کنیم. میشیم فرار. آه خودم دبیه دیگه. من دارم یه خط در میون نفس میکشم. زود باش. کلیه که صلاح میدونی من موتور بذارم زمین. من الان دارم همه دنده یک میگم. پس بر را چه رای میدوزونم. چای بزنم بریدم. چه خبرته؟ مگه سر میبری؟ دختر مردم رو کشتی، قم پوزه اینکی. حالا چه خاکی به سرم بریدم؟ حالا چه وقت فزاده بوگل نارجون؟ چیزی نیست، چیزی نیست. چه تو چیزی نیست، کمک شما نشد. بیا من میبرم تو در میشه. شما این فراخان تویی گلنار؟ طوری که نشد. ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ خدا رو شکر رو خود، خدا رو شکر که شما رو دیدم. آقا جون الهی که پیشمرگت بشم، مثل اینکه خدا شما رو از آسمون برای من انداخت زمین. نمیفهمم شما دو نفر وسط جاده چی کار میکنی؟ آقا بذارین دستتون رو باش کنم. این کارا چی هست؟ بذارین ببینم موضوع از چه قراره. تو بگو ببینم ماشاءالله برای چی اومدین اینجا؟ جونم واسه تون بگه آقا جون، ما دیگه از مباشر شما زله شدیم. پدر ما رو در آورده بود، حالا میخواست به زور با گلنار عروسی کنه. ما هم فرار رو برقرار ترجیح دادیم و آمدیم به بیابون فرار. خیلی خوب، حالا برین سوار شین. خدا عمرت بده مرد. این ماشین چه در میذارن؟ خودم پشت میذاره این برای چینه دیگه. آقا خدمت شما عرض کنم که اون ریش پاش من که نبود. پدر ما رو در بود. خون من گره آقا ریش تو شیشه. ما میخواستیم بریم از دست شکایت کنیم که دیگه مغ مولد نداد و فرار کرده. نه نه پاشو پیاده شد. بله ببخشید سرتون درد خورده من. ماشاءالله من و گلنار میریم خونه. تو هم برو کت خدا و مباشر بگو بیان خونه ما. چش خدا عمرت بده. چی ترمزی کرد؟ جیم بیش ترمز کرد. مردم خالی محترده گوسفنداتون رو بکشین. برای چی؟ برای اینکه من زیر هتل نرفتم. شما میرفتیم. خودت میرم. چی؟ چرا ناراحتی؟ آخه من میترسم. از کی میترسی؟ از بابام، از مباشر. اگه من اینجا ببینن میکشنم. غلط میکنم. تا وقتی پیش منی خیالت کاملا راحت باشه. بیا بریم اونجا بشینیم. بیاین بیاین که دیگه آفتابتون غروب کرده. دیگه نمیتونین به این مردم زور بگین. خاک بر سرا این بدبختا رو گاو شیردگی رو برده بودن. هی میدوشیدنشون. خب چه ترخان؟ عرق بریز تو سنور، شرابم بریز تو قوری، تو هم بریز تو همت و بیا به جون مردم. آره ارواح پدرت، فکر امروز نکرده بودی. به خدا فرخان هر چی به سرت بیاره کم آورده. فهمیدین؟ الان ببرین تندتر، چرا میترسین را بیان؟ آقا این شما دستور ندادین که برم این آره بیارم. هرچی جمع میزنم باور نمیخوام. تحصیل هست میکنم قربان. ورودتون تبریک میگم. چرا سرزده تشریف آوردین؟ اطلاع میدادین به پیشوازتون میامدین. گاو و گوسفند میکشتین. تازه گاو و گوسفند خود رو میکشن. هرچیز خریده میرخشن. اینقدر چاپلوسی نکنین. قربون شما صاحب اختیار مایی. ما خوشحالیم که شما تشریف آوردین. آره جون خودتون. خوب گوشاتون رو وا کنین. هر چی رو برام تعریف کردن. خودم میدونم شما ها چه ناجنس هستید. آره جون خودتون. خوب گوشاتون رو وا کنین. همه چی رو برام تعریف کردن.
خودم میدونم شما ها چه ناجنسایی هستید. آقا شما ایزه بدیم من دهنتو ببند احمق. حالا من از خودم خجالت میکشم که تو رو نگه داشتم. پدرم خدا بیامرز میگفت که تو لیاقت مباشری نداری. قربون حالا شما ایزه بدیم من دو کلمه حرف بزنم. اون وقت به چی رو حرف بزنی؟ من یه یادت رفته قبلا چه کسافت کاریایی میکردی؟ یادت رفته واسه دخترای مردم چه پاپوشایی میدوختی؟ اگه من اون دختره رو نبرده بودمش تا حالا هزار بلا سرش آورده بودی. بعد از اون همه بدجنسی ها نوبت گلنار رسیده بود. آره؟ قربون من میخواستم باش عروسی کنم. بله دخترم خودش حاضر. تو دیگه نمیخواد حرف بزنی. من فلز شماها رو خوب میشناسم. حتما پول و پلهی گرفتی که میخواستی این دختره رو بدبخت کنی. اینطور نیست گلنار؟ خب دیگه چی میخوای بگی؟ حالا اگه غلطی هم کردی ما رو ببخشید. دهنتو ببند. برو بیرون دیگه نمیخوام ریخت کثیفتو ببینم. بخشش از بزرگون آقا به طرف دیگه تموم بر... شد. ترحم به پلنگ، ستم به گوسفنده. از امروز دیگه تو اینجا هیچ کاری. آقا ممکنه من یه خواهشی از شما بکنم؟ برای اینکه یه لطفی به همه اهالی دهکر باشین این کجل بیغوارا رو ده بیرون کنی قربان. برو بیرون. برو دیگه می طرفا پیدات نشه. اجازه بدین آخر سری یه چای سرد بهش بدم. اما خوب در به در شدی ها. بذ برم واسه یه خود برنج و یه خود از اون زهر ماریا که می‌خوردی واسه بیارم بخوری ها. حرفش عوضی. چی میگی خاک بزن؟ ان شاء الله گیر کفتار بیفتی. گم جان. نیک اما تو چت خدا. اگه مغز خواهشای گلنار نبود تو رام بیرون می‌کردم. برو دعا به جون گلنار بکن. خیلی ممنونم که خواهش منو قبول کردی. والله من پیرمرد تقصیر ندارم. اون منو گول زد. آخه بله نسبت مرد نه حسابی چرا گول خوردی؟ بلکه بهت میگفتم خودتو برو بنداز تو چامین نختی نه. حیف این دختر معصوم نبود که میخواستی تو دومن گرگ بندازیش. چرا آقا چرا؟ من اشتباه کردم نفهمیدم. یادت بهت گفتم مال ارزون نفروش؟ برای امروزت میگفتم. در هر صورت برای اینکه دیگه این اشتباه دوباره تکرار نشه من یه پیشنهادی دارم. چی آقا؟ هر چی باشه من رو چشمم قبول میکنم. من تصمیم گرفتم گلنار رو با خودم به شهر ببرم تا پیش خودم زندگی کنه. جانم جان دیگه از این بهتر نمیشه. الهی که خودم چکی قربون اون شکل ماهت برم. یه روز صبح قبل از آفتاب پیشمت بشم. میخوای بری پیش باده ای؟ از قول من به سلام برسون. دو تا ما چه آبزرم اون لپاش بردار. عوض من ها. اون وقت با چرا بسته‌بندی کن واسه هم ببرد خب جونم. تو هم اگه دلت میخواد میتونی همراه ما بیای. مرگ من از خوشحالی سکه ناقص دارم میکنم. فاتی جونم الان برای خودش خانومی شده. جانم جان میرم پیش فاتی جونم سیبیل. آخ ای خدا. من از خدا میخوام که گلنار زیر سایه شما زندگی کنه. اما مادرش چی؟ اونو خودم هر طور شده راضیش میکنم. تو چی گلنار دلت میخواد بیای؟ بله آقا اون از خدا میخواد. خیلی خوب در این صورت فردا صبح حرکت میکنی. آه جانم جان منم دیگه تهرونی شدم. رام بام بام بیم 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 رام بام بام بیم بام بام بیم دنگ دنگ. خانم جون مژده بدیم. چی شده؟ فرخان از ده برگشتم. این که دیگه مژده نداره. خب ماشالله با ماشالله نامزده. بله پس تو باید مژده بدی. خانم ماشالله تنها نیومدی. ها دختر کت خدا رو با خودشون آوردن. بله. برای چی؟ نمیدونم. خیلی خوب برو بکاره. چشم خانم. اینجا به بهش بیشتر شباهت داره تا به خونه. خب ماشالله تو برو تو تا با بیه. همراه من بیه. آخه من که بلد نیستم. شیطونه میگه یه دنگو که باقی کارشو بکنم اما میترسم مردم بیهوش بشن. فاتی جان اول برم فاتی رو پیدا کنم. بله خواب رهنه بشم بی تربیتیه. نفهمیدم اینجا سمساری شده چقدر هنزل پنزرخ ده اینجا. نکنه فرخان برشکست شده اومده سمساری با کرده. خب میواده خودم با هم میگره. ای خدا چقدر دارم میترسم شجن شجن قرنیم. ای خدا من که برم چی شد؟ بروشون خودت دختره بی حیا. آبرون خورده حیارم قورت داده. چه دور زمونه این شده. لخت مادرزا رفته به دیوار چزبیره. مردی گفتم زنی گفتم. آقا سگه من نخو خدا شده من خودشون دعوت کردن. کار دعوت کردم دادم. وای دارم دارم سلام جا. ای خدا جا چون صدا کن با جور دو من که برانی نکنم. آقا سگه خواهش بکنم بابا یه نفر بیاد اینجا زامن من بشه. زامن زامن یه نفر بیاد زامن من بشه. من زامنت میشم. فاتحی تشکر این سگ بستی. این سگ نیست دهاتی این یه مجسمه. پس این مجسمه؟ پچر گوشن چی جا؟ گذاشتم. راستی سلام فادی جون اینقدر دلم واسه تنگ شده بود قربون اون شکل ماهت دارد. بگو ببینم که برای چی اومدی شهر؟ باز چی اومدم که حالا دیدی خودت دهاتی هستی؟ چرا اومدی؟ قربونت برم من 80 فرسخ راه پیاده نشستم تو ماشین اومدم اینجا که تو رو ببینم. قربون اون چشمات برم که اینه چشمای گربه اینه یه ماشمان بره فادی جون یه ماشمان فادی. من دیدم با این وضع دیگه صلاح نیست گلنار تو ده بمونه. نادرم که نیست. کت خدا و مادرش هم فقط فکر پولن. منم اونا رو راضی کردم و گلنار رو با خودم آوردم. خوب کاری کردی پسرم. اگه بازم اونجا میموند یه بلای دیگه سرش میآوردم. خب بیا جلو ببینم دخترم.
به به، ماشاءالله چقدر قشنگ شدی. اصلا حیف تو نبود که تو اون ده بمونی. اینجا مثل خونه خودت، هیچ فرقی نمیکنه. ممنونم. نه نه، این لباسا دیگه به درد تو نمیخوره. بچرخ ببینم. بچرخ وایسا، بچرخ وایسا، بچرخ وایسا. خاطی جون، میگم که اینا دارن چخشق عباسی بازی میکنن. به تو چه آتیش به جون گرفته؟ چشاتو ببند. بفرماینم چشمم. ببند کور شده. این دماغ دستگیره که نیست دختر. گفتم چشای کور شده تو ببند. دیگه از اینم بسه در بفرما. جانم، 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 ای خدا، ای خدا، ای خدا. خوشت میاد؟ ببین قیافت چقدر عوض شده. من در مقابل این خوبی و محبت شما نمیدونم چی بگم. شما زندگی منو نجات دادین. اگه تا آخر عمرم مثل یک کنیز خدمت. هیچ وقت این حرف رو نمیدونم. فرو. بله مادر. بیا اینجا. چش. میرم ببینم مادرم چی کار داره. الان برمیگردم. گلنار جون، دنیا خیلی بی‌وفاست. امیدوارم تو بی‌وفا نباشی و نادر تو فراموش نکنی. نه نادر، نه گلنار. همه چی رو داره، دختریه که خیلی زود با سوم شهری آشنا میشه. نکنه تو درباره گلنار خیالی داری؟ نه مادر، من به مادرش قول دادم که گلنار رو در زندگیش خوشبخت کنم. اون تو طبیعت بزرگ شده، مثل چشمه ها و کوها، پاک و دست نخورده است. شما چرا این رو بردی؟ فاتی گفت بیارم. فاتی؟ غلط کرد؟ خودش باید این کارو بکنه. بشین. آخه... گفتم بشین، مادر اجازه میدم. آره عزیزم، بشین. تو هم از خودمونی، بالاخره باید همه چی رو یاد بگیری. بازم که تو فکری، دیگه چرا؟ نمیخوای بگی؟ چی بگم؟ خودتون که همه چیو میدونین. گلنار، من این احساس تو رو ستایش میکنم. الان تقریبا 3 ساله که به شهر اومدی. در این مدت سر و وضعت کاملا عوض شده. تو درست مثل یه خانم شهری شدی. ولی عواطفت مثل همون گلهای وحشی کوههای دهتون پاک و لطیفه. عشق نور خداست. به هر دلی که بتابه اونو پاک و لطیف میکنه. درست مثل شما. مثل من؟ برای چی اینطور قضاوت میکنی؟ برای اینکه نور خدا قلب و روح شما رو روشن کرده. نه، من غمی در وجود شما حس میکنم. نمیخواین ناراحتیتون رو به من بگین؟ گلنار، درد من علاج ناپذیره. مدت هاست که با اون خو گرفتم. بذار با اون بسوزم و بسازم. ولش کن، بیا بریم. Thank you.
نکرده از کس شکایت، دل منو ببینی پشت میلای زندون. گلنار جون، گلنار جون، گلنار دیگه نادرت زنده نیست، مرده. منو از میون آدم ها بیرون کردم، اومدی مرده منو ببینی. نادر این حرف رو نزن، مگه گلنارت مرده که انقدر مایوسی؟ نادر گلنار راست میگه، بالاخره دیر یا زود زندانی تموم میشه و شما ها با هم عروسی میکنی. عروسی فرخان به گلنار بگین یه دقیقه بری کنار، من میخوام با شما حرف بزنم. هرچی میخوای بگین جلو من بگو، چرا من نباید بدونم؟ نمیشه گلنار جون، باید فرخان تنها بشنوه. تو یه دقیقه برو اونور. خب نادر حرفتو بزن، چیزی احتیاج داری؟ آره. چی میخوای؟ میدونی فرخان دیگه معلوم نیست کی من از اینجا بیام بیرون، شایدم هیچ وقت. میخواستم ازتون خواهش کنم که از... گوش کن چی میگم نادر، به روح پدرم قسم هر خدمتی از دست من بر بیاد با جون و دل برات انجام میدم. بگو چه کمکی از من بر میاد. حالا که اینطوره کاری کنین که گلنار منو فراموش کنه. میرم این اون نباید با آتیش من بسوزه. گلنار دختریه که لیاقت همه جور زندگی رو داره،
خودتون سرپرستیش رو قبول کنین و هر طور که سلام میدونین شوهرش میدونین. ناراحتیش از چی؟ چرا اینقدر بیتابی میکنه؟ چیزی نیست، تو ناراحت نشو، وقت ملاقات تموم شد، بفرمید. آره جونم، من از صدای تو بیدار شدم. گلنار رو چیکار داشتی؟ گلنار رو؟ من اونو صدا نکردم. چرا؟ گلنار رو صدا میکردی؟ پس همه اون چیزایی که میدیدم خواب بود. چه خوابی دیدی؟ متاسفم مادر، نمیتونم بگم. خیلی خوب نگو، ولی خیال میکنی مادرت نمیفهمه؟ چی رو؟ همونی که مدتی تو رو به خودش مشغول کرده؟ البته تو گناهی نداری، چون دوستی و محبت دست خود آدم نیست. مادر، شما منو سرزنش نمی کنی. نه، به هیچ وجه. مگه تو نمی گفتی گلنار لیاقت همه چی رو داره؟ خب، دوستی هم یکی از اوناست. اما فراموش نکن، آتش محبت اگه بی جا بیفته، هستی آدمو می سوزونه. می دونم مادر، می دونم. اون هنوز نادر رو دوست داره، نمی تونه به این زودی فراموشش کن. درسته، ولی من انقدر بهش محبت میکنم تا اون گذشته هاشو فراموش کنم. امیدوارم که موفق بشی. کی از اون بهتر؟
فهمیدی چی گفتم یا نه؟ آره داشتم. آره هست نمیخوام. باقیشو بگو. برون جان. اگه میخوای باقیشو بشنو یه حواست دیگه. اسم دختر گلناره نامزد دادشم که الان داره آب خونک میخوره اسمش نادره. تو باید جوری وانمود کنه که تو زندون با اون دوست بودی. به این هوا میتونی دختره رو بکشی بیرون. خیالت تخت تخت باشه. دختره رو کت بسته تحویلت. اگه این کارو بکنی علاوه بر قرار و یه انام خوبی هم پیش من داری. برو راحت باش. داشتم با ما رو راست باش. من این دختر چیکار کرده که میخوای کرک و سرش در بیاری؟ چیکار کرده؟ اون ناچس باید شد من عده بیرون کنه. خلاصه تو زهرم بهش نریزم دست بردار نیستم. آقا به خورده حساباشون چیکار داری؟ ما حقمونه میخواییم. باقیش به ما مربوطه. داشت احمد راست میگه. سلامتی. سلامتی. از قراره اون تمومه. به موقع خبرتو میکنه. باشه داشتم. از تو فرمون اما ممن. میگم یارو خیلی تو نخطه. سفارش نمی کنم ماشاءالله. من زود برمی کنم. خاطر جمع باشین خانم. من درسم فود آبم. شما خیالتون راحت راحت باشه. دره بکن بزن. دو بایی زده. خانم بفرمایید. اینم چیزتون. به سلامت. خدا پشت و پناهتون باشه. مشرف فرمودین. خدا سایتون از سرم حاکم نکنه. قربانی شما. مرمتون زیان. خود گیر نکنی. بیش میکنید بتونیم بورد کنیم. آره حتما داشم. حاجی جایی نمیخوابه که آب زیره ببینیم و تعریف کنیم. سلام. سلام. منزل فرخ خان اینجا. بله چه فرمایشی داشتی؟ میخواستم گلنار خانم ببینم. گلنار خانم چی کارشون داره؟ یه پیغام از طرف نادر دارم. از طرف نادر؟ نمیشه به من بگی؟ آخه نمیتونم بگم چون خیلی خصوصی. بسیار خوب. انگار رفت بیا بس تو بیا پیش من. این دختر قیافت ببینه رحم میکنه. بیا تو ببین که به سپاهه میگه رود بیا. بابا راوی شما این سلام. سلام آقا. با من کار داشتی؟ بله. شما از طرف نادر اومدی؟ بله خانم. خب حالش چطوره؟ چی کار میکنی؟ خوبه. خب. زندون با هم تو یه سلول بود. آها. دیرو من آزاد شدم. خب. امروز آخرین محاکمه نادره. آه. شما میتونی بهش کمک کنین؟ از من چه کاری ساخته است؟ شما باید الان بیان تو دادگاه شهادت بدین که شب قتل آمیرزا شما و نادر با هم بودین. همین شهادت شما اون از چوبه دار نجات میده. بسیار خوب. سب کنین تا فرخ هم بیاد با هم میریم. نمیشه خانم، وقت میگذره چون الان تقریبا یه ساعتی که دادگاه تشکیل شده. اگه عجله نکنیم نادر بیچاره محکوم میشه. اون وقت دیگه هیچ کارش نمیشه. خب. ماشینش آورده که ما رو ببره. بفرمایید. نکنه دختره رو ببرن یه بلایی سرش بیاره. نه بابا قیافت نشون میداد که مجازاتی بود. راستی؟ پروای پدرم. خوبه. اما تو با همه زمینیتت بد نمیگی ها. و خاک بر سرها میگن چهل تازن عقل یه مرغ داره. بای خدا با این حرف دل منو به شور انداختی. حالا چیکار کنیم ها؟ بریم به فرخان تلفن بزنیم. بریم. باتی بپرسی من میگناها. خاک بر سرت کنن. گذاشت دختره رو ببرن. تو مواظب خونه باش. زود بشت تماشه بریم. چه گناهی دارم؟ باشه رشته من دست بیرون بینم. بریم پس فطرتو آخو من چی میخوایی؟ برم تو این بزرگی یا دیانو برم تو خفه شد.
خیلی خوب باشه. بلند شو. تو برو پاسگاه خبر بده منم میرم دنبالش. بده. باز باش گمشون نکنی. آی پاسگاه. آی پاسگاه. آی پاسگاه کجا؟ در رو برو. بهشون زودتر برسیم ها؟ خواهش میکنم از شما استدعا میکنم سرگاه جون قربون چکیه در من سزای اون همه محبتایی که به تو کردم فرخ خان حق با شماست من آدم خیلی پستیم به مال مردم به ناموس مردم تا اونجایی که تونستم لطمه زدم ولی این آخر عمری پشیمونم اون میرزا رو نکشته شما شاهد باشی شاهد باشی نادر بیگناه من میرزا رو کشتم من میرزا رو کشتم اینم صفته هاش اینم صفته های نادره من میرزا رو کشتم گلنار تو بگو من چیکار کنم من میدونم نادر بیگناه
مدرک آزادیش تو جیب منه، ولی اگه آزاد بشه تو رو با خودش میبره، تو رو از من جدا میکنه. نه، این غیر ممکنه، این غیر ممکنه. اگه اون تو رو دوست داره، منم تو رو دوست دارم، میفهمی؟ منم تو رو دوست دارم. گوش کن پسرم، چرا درد تو از من پنهان میکنی؟ چرا حقیقتو به من نمیگی؟ کدوم حقیقتو؟ که دوستش داری و حاضری باش عروسی کنی. من با گلنار عروسی کنم؟ آره پسرم، مگه نهی داری؟ افسوس مادر، افسوس که نمیتونم همه دردمو برات بگم، نمیتونم. خوبه خوبه، تو هم که دیگه شورشو در آوردی، حالا که تو عرضه نداری بهش بگی، خودم با گلنار حرف میزنم و بهت قول میدم تا شب جمعه بساط عروسیتون را بندازم. من نمیتونم. من و نادر به هم قول دادیم، قسم خوردیم که تا عمر داریم به هم وفادار باشیم. من چطور میتونم این پیشنهاد شما رو قبول کنم؟ نه. دخترم، چرا به جوانی خودت رحم نمیکنی؟ تو که نمیتونی تا ابد به پای اون بشینی. مگه نمیتونی نادر به جرم قتل به حبس ابد محکوم شده؟ دروغه. من مطمئنم که نادر میرزا رو نکشته. اون بیگناهه. میدونم دخترم، منم مطمئنم، ولی چاره چیه؟ دیگه کار از کار گذشته، حالا دیگه تو باید تصمیم بگیری. الان نزدیک به 3 سالی که من به شهر اومد. در این مدت اینقدر شما و فرخان به من محبت کردیم که تا عمر دارم خودم مدیون شما میدونم، ولی در این باره نمیدونم چی بگم. دخترم، فرخ تو رو دوست داره، منم تو رو دوست دارم. حالا تو با تصمیمت میتونی هر دوی ما رو خوشبخت کنی. ببین گلنار، تنها دلخوشی من تو این دنیا همین یه پسره. بیا با دل اونو نشکن، بهت قول میدم که اون تو رو خوشبخت کنه. ببینی، شما هرچگین من اطاعت میکنم، ولی باید یه حقیقتی رو بهتون بگم. عمر دارم، نمیتونم عشق نادر رو از روی فرخ عروسی کن. من حتم دارم که عقیقه نازنی نگیرش. بخورین که دیگه انشان مبارکش اونجور نمیشه. خوشا به حاله، لابد حالا دیگه فرخان همه اختیار ملکش رو دست تو میده. این دیگه با خود بله، تازه اگرم دیگه ضرری نمیده انشالله. خوبه، شما که همش فکر خودتونی. پس داماد کجاست؟ چرا هنوز اون نیومده؟ بله والا چه میدونم، لابد اینم یکی از رسوم شهریا. بله هیچ معلوم از کدوم درکی هستی مردش رو ریخته تا ببرن؟ بگی ببر. خاله جون مژده بده. چیه؟ به خانم جون گفتم سلام، آخه ما هم آدمیم. خب من میدونم. خب اون چی گفت؟ فاطی هم آدمه. خب من میدونم. خب دیگه چی گفت؟ فاطی جون گفت همین روزا یه خاکی به سر حرف بفاتون میگم. خب دیگه. فاطی جون. خب دیگه چی گفت؟ چیزی که به خودم زدم دیدی؟ دستمالتون؟ نه بابا، چیزم فهمیدم، گلتون. نه بابا، چیزم. کروات تو؟ آره. جون بکنی بگو کرواتم دیگه خاک بر سر. خیلی خوب، چه بد اخلاقه. بیایی میبره بعد ببر برای مهمونا. یالا برو دیگه. اول بچشم. خب خانمم که اومدن، با هم صحبت کنین تا منم یه خورده به مهمونا برسم. چیزی احتیاج نداری؟ نه متشکرم خانم، متشکرم. فرخان تشریف نیاوردن تا به سلامتی سیغه عبرو جادی کنن. ناراحت نباشین آقا، الان هر جا باشه دیگه پیداش میشه. دخترم، ایشالله زیر سایه امیرالمومنین به پای هم پیر بشین. خدایا تو رو شکر میکنیم که ما رو میون سر و همسر روسفید کرد. الهی شکر. برو پیش عروس قشنگت بشی، مگه نمیدونی گلنار سال هاست چشم برای تو بوده؟ برو، خوب نیست عروسونو منتظر گذاشت. این چه مسخره بازیه؟ این پسره کیه؟ چطور نروختش مادر؟ نادره، نامزد گلنار. نامزد گلنار؟ آره مادر. مگه دیوونه شدی؟ صبر کن مادر، صبر کن. ببین گلنار، ببین مادر، اونا مثل دو فرشته پاک و معصومن، با عشق هم بزرگ شدن و با عشق هم زندگی میکنن. چرا من به خاطر خوشبختی خودم سعادت اونا رو به هم بزنم؟ نه مادر، اجازه بده اونا با هم ازدواج کنن. هر طور خودت صلاح میدونی، من چی بگم؟ متشکرم مادر. خب نادر، گلنار مار تو بود و قانوننم میباید به تو میرسید. فارم که با هم خوشبخت بشی. ازتون متشکرم. فرخان،
حالا که شما این همه به ما محبت کردین، اجازه بدین ما عروسیمون رو تو ده بگیریم، میونه همون کوها و دره ها که شاهد عشق و غم و شادی های ما بودن. موافقم، عقدی عروسی توی